دولت مجارستان در دوران بحران مالی اروپا از اجرای برنامه ریاضتی خودداری و فشار اصلاحات مالی را بر بانک متمرکز کرد. جوانا و شوهرش گابور هر دو کار می کنند اما به طور معمول تمام درآمدشان تا پایان ماه خرج می شود. طی چهار سال گذشته درآمدشان ثابت مانده در حالی که هزینه زندگی بالا رفته است. کابور میگوید شغل من تمام وقت است و چون اکنون خانواده چهار نفر هستیم درآمدمان کمتر از هزینه هاست. بزرگترین هزینه این خانواده وام مسکن است که باید برای 35 سال بپردازند. آنها این وام را به فرانک سوئیس و قبل از آغاز بحران دریافت کردند. یعنی زمانی که فرانک ارزی ضعیف و وام ارزان بود. جوانا میگوید ما 300 یورو قسط خانه می دهیم که تقریبا برابر است با سایر مخارجمان. تازه به نسبت دیگران بد نیست چون بسیاری از مردم نمی توانند هیچ چیزی برای خود بخرند. به این ترتیب اقتصاد کشور هم رشدی ندارد. ظرف چهار سال گذشته شمار بازپرداخت وام با ارز خارجی از 349 هزار به 231 هزار کاهش یافته. به همین خاطر دولت بانک ها را برای کاهش نرخ بهره تحت فشار قرار داده تا مردم بتوانند کل وام خود را بازپرداخت کنند. گزارشگر یورونیوز میگوید بنا به داده های اداره کل آمار اتحادیه اروپا چهار منطقه از هفت منطقه مجارستان در زمره 20 منطقه فقیر اروپا قرار دارند. در روستای آشوگاجی رئیس شورای محل میگوید تعداد کمی کار جمعی می کنند. آنها پس از سه ماه دریافت 170 یورو حقوق بیکاری باید دوباره مشغول کار شوند. ایشتوان یکی از این کارگران است که نمیداند با 170 یورو چگونه می تواند هزینه اش را تأمین کند. من نیاز به دریافت 230 تا 260 یورو در ماه دارم. در مجموع با این پول بیکاری مخارجم به هیچ وجه تأمین نمی شود. در این روستا که در شمال مجارستان واقع است 120 نفر زندگی می کنند و تنها 10 نفر شاغلند جوانان مدت هاست که این منطقه را ترک کردند رئیس شورای این روستا میگوید بزرگترین مشکل در اینجا کمبود زیرساخت ها و همچنین نبود وسایل حمل و نقل عمومی و صنایع است در مجارستان صنعت خودروسازی یکی از بزرگترین امکانات کارآفرینی است این واحدهای تولیدی در تولید هزاران شغل و رشد تولید ناخالص ملی مجارستان نقش مهمی دارند اقتصاد این کشور طی چهار سال گذشته از رشد نسبی برخوردار بوده و از سال 2011 کسری بودجه دولت 3 درصد کاهش یافته است با این حال کسری بودجه همچنان بالا و معادل 78 درصد تولید ناخالص ملی است